بچه یه موتوریه که میخوام امروز بهتون معرفیش کنم تو کلاس استریت. خیلی موتور جذاب و خوشگلی هم هست. این شما و اینم MBP K249N، موتور سیکلتی که محصول شرکت نیکرام موتوره. این موتور چند روزی دست من بود، گفتم یه گزارش کاملتری رو توی کانال یوتیوبم بگیرم. سلام، من محمد حسن رزاقی هم به کانال یوتیوب من خوش اومدید. اگر این ویدیو رو دارید توی یوتیوب میبینید، خیلی خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. با ما همراه باشید تا یه گزارش از این موتورسیکلت دوست داشتنی داشته باشید. اول بیاید از حراحی این موتور شروع کنیم. قسمت جلوی موتور همونطور که میبینید یه تک چراغه که مجموعه دیلایت و چراغ نور بالا و به قول رفرنس شاه پلیسیش قرار گرفته و یه طراحی خیلی جوون پسند و اسپورتی داره. از همه جالبتر این ترکیب رنگ کمک های جلوشه که یه تضاد خاصی با این رنگ مشکی رنگ موتور داره. باک موتور رو شما میبینید، استفاده از خطوط شکسته توی موتور خیلی زیاده و به نوعی میگم طراحی موتور رو اسپورت و جوان پسند کرده و یه خورده حالت یوغور بهش داده، برخلاف اینکه موتور باریکه و یه مقدارم ارتفاعش بالاست. اما تمام این طراحی که میبینید مخصوصا قسمت عقب باعث شده که یه طراحی خیلی جوان پسند و جذاب رو ببینید توی K249. موتور همینطور که میبینید تک اگزوز، البته شما میتونید اگزوز اسپورت هم روش نصب کنید و از همه جذابتر این نشیمنگاه عقبه که میبینید یه طراحی خیلی زوزنقه‌ای تور داره. در کل طراحی موتور خیلی اسپورت و جذابه. انجین K249N تک سیلندره، 249 سی سی حجمشه. یه موتور 4 زمانه 4 سوپاپه که 27 اسب بخار قدرت تولید میکنه. حد اکثر گشتاورش هم 20 نیوتن متره. این موتور که تو کلاس استریت قرار داره و از خانواده نیکت هست، یه جعبه دنده 6 سرعته دستی داره. این جعبه دنده مجهز به اسلیپر کلاچ که باعث میشه تو هنگام معکوس کشیدن تقه خیلی کمتری رو راکب احساس کنه. یه نکته در مورد این موتور میخوام بهتون بگم، اونم تو بخش لاستیکاشه. همونطور که میدونید خودروسازی و موتورسیکلت سازی توی ایران بخشش باید داخلی سازی بشه. توی این موتورسیکلت از تایرهای ایرانی استفاده شده. تایرهای ایرانی چندان کیفیت قابل توجه و قابل قبولی ندارن، چه توی موتورسیکلت چه توی ماشین. پیشنهاد میکنم اگر زمانی خواستید لاستیکاتون رو عوض کنید، از لاستیکای با کیفیت‌تر و مرغوب‌تر استفاده کنید. ولی توی این موتورسیکلت باید به این نکته توجه کنید، سایز لاستیکی که میگیرید باید دقیقاً همینی باشه که زیر این موتوره. الان چرخ جلوش سایز 110/70/17 و لاستیک چرخ عقب 140/60/17. کمک های جلوی این موتور تلسکوپی معکوسن که از نظر عملکرد سواری نرمتر رو در اختیارتون قرار میدن و اینکه طول عمر بیشتری دارن. نکته بعدی، چرخ های جلو و چرخ های عقب مجهز به ترمز های ABS و هر دو طرف هم دیسکی، همینطور که میبینید. حالا بیاید من این صفحه نمایش رو بهتون معرفی کنم. صفحه نمایش TFT که خیلی متفاوت تر از نسبت به خیلی از موتورهای بازار. همینطور که میبینید صفحه نمایش رنگی دارید شما اینجا. نکته جالب توجه این که این موتور مجهز به نویگیشن و بلوتوث. این دکمه اینجا، این اینتر رو شما چند ثانیه نگه دارید، گزینه‌های مختلف میاد. اینجا نویگیشنه، ولی خب توی ایران به خاطر تحریم نویگیشن فعال نیست. مورد بعدی این تلفنیه که میبینید، هم توی که گفتم بلوتوث داره و حالا شماره تلفن وقتی بهتون زنگ بزنن توی این متصوری شماره تلفن روی این صفحه میفته که حواستون کمتر پرت بشه. مورد بعدی مود رانندگیه که توی این موتورسیکلت دو نوع داریم که از اینجا تغییر میکنه. ببین اینجا دکمه بوغه، اینم دکمه مود، این بالا نوشته. یه دونه حالت اسپورت دارید، یه دونه اکو. اکو اینجا همینطور که میبینید صفحه نمایش کلا عوض میشه و دور موتور این قسمت قرار میگیره، ولی توی حالت اسپورت دور موتور میاد وسط، سرعت اینجا و عبارت اسپورت هم شما میتونید این قسمت ببینید. یه خورده این حرکت قشنگ و جذابیه و از همه بالاتر هم این صدای موتورشی که میبینید. ببینید رانندگی با این موتورها خیلی حال میده. همونطور که گفتم چون این موتور، اجازه بدید من اینو خاموش کنم، همونطور که گفتم این موتور یه موتور استریته و از شتاب و عملکرد خیلی بالایی برخورداره، به درد لای کشی میخوره. خب یه نکته دیگه، اونم
فضای سرنشین یا همون راکب عقب همینطور که میبینید جاپاش خیلی جاپای مناسبیه و ارتفاع این قسمت نسبت به زینی که راکب اصلی میشینه بالاتره و خیلی حس و حال بهتری داره راکب عقب. طراحی موتور من واقعا دوستم، یکی از نقاط قوت این موتور طراحیش، مخصوصا این قسمت عقبی که میبینید. خیلی باش حال کردم انصافا. KD249N به صورت آبخونکه و نکته جالب توجه این عمل کرده کلاجشه که میبینید به خاطر همون اسلیپر کلاجی که گفتم خیلی عمل کرده نرمی داره. اما نکته آخر و مهمی که در مورد این موتور میخوام بهتون بگم رنگ بندیشه. سفید داره، مشکی داره، نارنجی داره و به تازگی هم رنگ آبی به این موتور اضافه شده. از همه جذابتر جالبتر اینه که اونایی که رنگ نارنجی رو انتخاب کنن این زنجیر به رنگ نارنجیه و اونایی هم که رنگ جدید آبی رو انتخاب کنن زنجیر به رنگ آبیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر این ویدیو رو دارید تو یوتیوب میبینید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. این شما و اینم K249N.